درود به تمام دوستان. امروز میخوایم بریم به فضا و در مورد چیزی صحبت کنیم که دربارش کلی معما وجود داره. با جستجوهایی که تو فضا کردیم در مورد سیاه‌چاله‌ها به معماهای بیشتری برخورد کردیم. خیلی دوست داریم بدونیم داخل سیاه‌چاله چجوریه یا اونورش چیه. این نکته رو خوب میدونیم که سیاه‌چاله میتونه خیلی خیلی کوچیک باشه یا خیلی خیلی بزرگ. ما امروز میخوایم بریم سراغ اون خیلی خیلی کوچیکاش. انقدر کوچیک که تقریبا به اندازه یه سکه باشه. فکرشو بکنید، یه سیاه‌چاله به اندازه یه دونه سکه. در مورد سیاه‌چاله‌ها ویدیوهای زیادی آپلود شده تو کانال آنتن، تو کانال تاپ 10 و کانال‌های دیگه. نظریه که وجود سیاه‌چاله‌ها در سال 1916 شکل گرفت. این نظریه یه سال بعد از اینکه آلبرت اینشتین تئوری نسبیت خودش رو ارائه داد توسط کارل شوارزچایلد ارائه شد. از روزی که تئوری سیاه‌چاله ارائه شد تا امروز 105 سال می‌گذره. اما توی این مدت انسان تونسته فقط یک عکس واقعی از یک سیاه‌چاله بگیره. اونم همین 2 سال پیش در ماه آوریل 2019 بود. و این خانوم با گرفتن این عکس جهانی شد. خانوم کیتی بومن. حالا بگذاریم. بریم سراغ همون سیاه‌چاله کوچیکی که دنبالشیم. یه سیاه‌چاله اندازه یه سکه. کاری از دستش برمیاد؟ این که خیلی کوچیکه. اگه مثل یه سکه تو جیب ما باشه چی میشه؟ جواب سریع و مختصر اینه که اگه یک دونه سیاه‌چاله به اندازه یه سکه تو جیب ما باشه، همه یه مردم دنیا میمیرن، نه فقط اونی که تو جیبشه. چرا؟ پس با ما همراه باشید. برای شروع اول باید ببینیم جرم این سیاه‌چاله اندازه یه سکه است و یا قطرش. اول باید بدونیم که سیاه‌چاله به شدت فشرده است. یعنی اگر کره زمین تبدیل بشه به یه سیاه‌چاله میشه دقیقاً اندازه همین سکه. اما جرم کره زمین درون این سکه است و جاذبه کل کره زمین هم با این سکه است. حالا بگذاریم. ما میخوایم یه سکه رو تبدیل به سیاه‌چاله کنیم. کره زمین وقتی میشه اندازه یه سکه، یه سکه چقدر میشه؟ شعاع اون سیاه‌چاله‌ای که با سکه درست شده 10^-30 متره. یعنی یه ممیز بذار با 30 تا 0. ببین چقدر کوچیکه. یکی از کوچکترین اتم‌ها اتم هیدروژنه و شعاع اتم هیدروژن 10^-11. یعنی سیاه‌چاله ما از اتم هیدروژن هم خیلی کوچیک‌تره. حالا توجه دارین که این سکه تبدیل شده به این سیاه‌چاله به این کوچیکی و اونم تو جیب ماست. ولی ما نمی‌بینیمش. این سیاه‌چاله به قدری کوچیکه که نمیتونیم وصفش کنیم. گفتیم که اتم هیدروژن خیلی کوچیکه. ولی این سیاه‌چاله‌ای که ما با سکه درست کردیم به قدری کوچیکه که اگر بخوایم با اتم هیدروژن مقایسش کنیم، مثل اینه که بخوایم اتم هیدروژن رو با خورشید مقایسه کنیم. تفاوت رو فقط ببینید. مثل که متوجه شدیم که این سیاه‌چاله‌مون چقدر کوچیکه. اول از همه باید بدونیم یه سیاه‌چاله به این کوچیکی زندگی طولانی نخواهد داشت. نظریه تابش هاکینگ میگه که یه سیاه‌چاله به این کوچیکی زود منفجر میشه، اما قدرت انفجارش 3 برابر مجموع بمب‌های اتم هیروشیما و ناگازاکیه. پس خیلی خطرناکه. اگه همچین چیزی تو جیبتونه از خودتون دور کنین. البته این شوخی بود، چون شما قبل از اینکه بخواین اونو رد کنین منفجر شدین. دوستتون دارم و دلم براتون تنگ میشه. البته این یه تیکه شوخی بوده، جدی نگیرید. خب اگه یادتون باشه این سیاه‌چاله جرمش اندازه یه سکه بود و خودش دیده نمی‌شد. حالا بریم ببینیم اگر یک سیاه‌چاله قطرش اندازه یه سکه باشه چی میشه.
همچین سیاه چالهی جرمش خیلی بالاست. یه سیاه چاله اگر قطرش اندازه یک سکه باشه، جرمش از کره زمین بیشتره. این به این معنیه که جاذبه روی سطح این سیاه چالهی به این کوچیکی میلیاردها بار قوی تر از جاذبه کره زمینه. این جاذبه به این قدرت اجازه نمیده حتی سلولای ما سر جاش بیسته. قبل از اینکه بفهمیم چی شده، ما رو کشیده تو خودش و برده. اما این سیاه چاله کارش هنوز تموم نشده. به طور معمول بین زمین و ماه، زمین مرکز اصلی جاذبه است و برای همینه که ماه دور زمین میچرخه. اما در اون موقع مرکز اصلی جاذبه بین ماه و زمین و این سیاه چاله، اون سیاه چاله میشه که اندازه یه سکه است و ماه و زمین در اختیار اون در میان. شاید فکر کنید این سیاه چاله بره به هسته کره زمین و از داخل زمین رو بکشه تو خودش، اما اینطور نیست. حالتی ایجاد میشه که سیاه چاله داخل زمین برای خودش محیط گردش درست میکنه. اون دل و روده زمین رو به هم میریزه و از داخل میکشه تو خودش و جا باز میکنه و تو اون جایی که ایجاد میکنه شروع میکنه به گشتن و در نهایت زمین به شکل یک حلقه سنگی داغ در میاد و یه جورایی مثل حلقه زحل، البته ضخیم‌تر، دور این سیاه چاله قرار میگیره. در همین حین که داره زمین رو میبلعه، جرمش هم میره بالا و با بالا کشیدن بیشتر زمین جرمش هم دو برابر میشه. مدار ماه بیضوی هست، ولی بیضی اون به شدت کشیده تر میشه. اثرات این سیاه چاله روی منظومه خورشیدیمون یه جورایی باحاله. البته نه برای ساکنان زمین، برای موجودات دیگه‌ای که دارن از سیارات دیگه این صحنه رو تماشا میکنن. نیروی جذر و مدی که این سیاه چاله ایجاد میکنه، کمربند سیارک‌های منظومه خورشیدی رو به هم میریزه و اونا رو به طرف خودش میکشه و بعد پرت میکنه توی کل منظومه خورشیدی و از آن به بعد دیگه سیارک‌ها توی این کمربند نمیچرخن و پخش میشن تو تمام منظومه. سیارات دیگه منظومه خورشیدی هم مقداری آشفتگی پیدا میکنن، ولی مدارشون به هم نمیریزه. اما این سیاه چاله که کره زمین رو بلعیده، نمیتونه خورشید و سیارات دیگر رو بکشه به خودش و شروع میکنه تو مدار زمین به دور خورشید گشتن. خلاصه منظومه خورشیدی بدون زمین به کار خودش لنگان لنگان ادامه میده. اما از این به بعد یه سیاه چاله توی منظومه وجود داره که بعضی وقتا یه چیزایی رو میکشه تو خودش و بعضی وقتا هم اونو پرت میکنه توی فضا. یه سیاه چاله‌ای که فقط قطرش اندازه یه سکه بود، این بلا رو سر منظومه خورشیدی آورد. زمین رو کلن نابود کرد، ماه رو از حالت عادی خارج کرد و کمربند سیارک‌ها رو هم متلاشی کرد و تمام اینا باعثش این بود که شما یه سکه رو گذاشین تو جیبتون و تمام منظومه خورشیدی رو با این کارتون به هم ریختین. لطفا از این به بعد سکه رو تو جیبتون نگه نداری و اونا رو بندازین تو قلکتون. قربون همتون و زنده باد انسانیت.